در جلسه امروز دستور کپی‌های موازی رو با همدیگه کار می‌کنیم. اسم این دستور در نرم‌افزار اتوکد به نام آفست هست، از مجموعه دستوراتی که ویرایشی هستند و در مجموعه مودیفای قرار داره. ما قبلا توضیح داده بودیم که اگر یک موضوع داشته باشیم مثلا یک خط، اگر بخوایم این خط رو کپی بکنیم با فرمان کپی میتونیم در یک راستا مثلا این رو با یک عدد مشخص کپی بکنیم، و اگر خواستیم دوباره این رو امتداد بدیم باید مقدار عددمون رو نسبت به مبدأ دوباره اضافه بکنیم، و این برای ما یک مقداری حرکت ما رو کند میکنه اگر در ترسیماتی باشه که لازم باشه ما چندین ترسیم رو با هم دیگه به این شکل کپی بکنیم. اما فرمان آفست برای ما کپی های موازی تهیه میکنه. موضوع شما هر چیزی میتونه باشه، مثلا یک کمان، یک دایره و یا یک خط و حتی یک مربع یا مستطیل به هم پیوسته ای که با رکتنگ ترسیم شده باشه. او اینتر شورتکات یا مخفف فرمان آفست هست. شما میتونید او و اینتر یا اسپیس رو روی کیبوردتون فشار بدین و وارد این فرمان بشین. اولین چیزی که ازتون میخواد در خط فرمان میگه که دیستنس رو بدین، یعنی مقدار فاصله. مثلا شما میخواد یک عدد مشخص، مثلا من تایپ میکنم 3/10، برای من به یک به فاصله 3/10 از این موضوعاتی که دارم یک کپی تهیه بشه. بعد از اینکه عدد رو دادیم با اینتر یا اسپیس عددمون رو تایید میکنیم. حالا میخواد سلکت آبجکت، انتخاب موضوع. من موضوع رو انتخاب میکنم. الان از من جهت میخواد. اگر شما میخواهید بالای ترسیمتون کپی انجام بشه بالا رو کلیک میکنید، اگر بخواید پایین باشه پایین رو کلیک میکنید. پس انتخاب موضوع، انتخاب جهت، انتخاب موضوع، انتخاب جهت. تا زمانی هم که در فرمان هستید از دستور خارج نمیشه، یعنی شما میتونید انتخاب کنید کلیک کنید، انتخاب کنید کلیک کنید، و به همین شکل شما کپی های موازی منظم داشته باشید و فاصله هر کدوم از اینا هم دقیقاً به همون مقدار 3/10 هست که شما تایپ کرده بودید.